ببینید من اینو میخوام بگم آقای درویش، دریاچه ارومیه خشکیده یک به دلیل اولش، دلیل اولش تصمیم حاکمیت برای جایگزینی آب دریاچه در مزاره. ما اینو باید به مرور پس بگیریم، یه شبه نمیتونیم پس بگیریم. دومیش اینه که 18% شما کاهش بارندگی دارین، اینم بالاخره جبران باید بشه. 1.5 درجه حرارت افزایش دارین، یعنی اگه من 1.5 درجه حرارت افزایش نداشتم ایتی 80 میکردم ایتی 75، ایواپوترانسپیرشن، تبخیر و تحرک. از اون طرف ما روش اصلاح کش رو انجام میدیم. شما از دریاچه ارومیه، حوزه دریاچه ارومیه سالیانه 400 تا 500 هزار تن چغندر تولید میکردین با آب دریاچه، ور میداشتین میبردین خراسان اصفهان کارخونه جاده قند و بلد راند. ما اونو جلوش گرفتیم، گفتیم دیگه اجازه خروج چغندر نمیدیم چون چغندر زیاد پرمصرف هم. ما اومدیم گفتیم که گندم هایی تولید میکنیم که الان شده دو تا آب کمتر مصرف کنه با عملکرد بالا. از این ستا انجام اتفاق افتاده. امسال انشالله حداقل 20,000 هکتار و سال آینده نزدیک 70,000 هکتار باید به زیر کشت دهیم. ما اومدیم گفتیم که گیاهان پرمحصول آبی رو جایگزین میکنیم. حتی اون 1,200,000 تن چغندری که برای کارخونجات حوزه دریاچه ارومیه ضرورت داره در اونجا تولید بشه، کشت بذر رو تبدیل کردیم به کشت نشاه. وقتی کشت بذر تبدیل به کشت نشان میشه، حدود 3,000 متر مکعب مصرف آبیش کمتر میشه. اگر 40,000 هکتار چغندر کشت بشه، 40,000 ضرب 120 میلیون از اونجا. ما این کارا داره، اینا سر نرم افزاری زمان بره با کشاورز میشینی توضیح میکنی. انصافا مثلا جات شارژه هم کم و بیش با ما کنار اومده، خوب کنار اومده. مشکل ما تو دریاچه وزارت نیرو بود. واقعا اگر وزارت نیرو مثل زمان چیچیان با ما همکاری میکرد که همکاری نکرد، دریاچه امروز وضعیت دیگری داشت. خب جناب دکتر یه سوالی. این صحبت درویش من قبول دارم ها. که ما حتی قبول کردیم که خدمتتون عرضم آب دریاچه از حوزه باید تامین بشه و این روش ادامه داره در حوزه داره تر. ما پاداشی برای کشاورزان و پرآببر ندادیم، نه تنها ندادیم، الان وادار شدن که از 127 مصرف آب شده 80. خود وزارت جهاد کشاورزی اومد، آقای منس کشاورز اون موقع معاون زراعت بود، آقای علی مرادی قبول کردن، صورت جلسه کردیم که ایتی بشه 80 از 127، یعنی 47% کاهش پیدا بکنه. این اتفاقات داره میفته، منتها یه شبه این کارهای فرهنگی ترویجیه. اون چیزی هم که میگفتن ژاپنیا حضور نداشتن، ژاپنیا در دو تا تالاب حاشیه دریاچه کار میکردن، جایکا ربطی به دریاچه نداره اصلا. ربط کل پولی هم که آورده بودن 3 میلیون دلار بود، چون در منطقه هم فکر میکردن که ژاپنیا مثلا 500 میلیون دلار پول بده، همچه اتفاقی نبود. دریاچه با خود آب حوزه داره، همونطور که محمد میگه با آب حوزه داره احیا باید بشود و میشود، ولی زمان بره. برای اینکه ما آب و یک مرتبه از دست دادیم، شما حساب کنید سال 78 دریاچه 30 میلیارد متر مکعب آب داشت، در سال 93 شده بود 900 میلیون، 30 میلیارد رسیده بود به 900 میلیون. اینو شما یه شبه نمیتونید تامین کنید، یک شبه هم نمیتونید بگین تمام استان آذربایجان غربی و شرقی تعطیل، آب بیاد به دریاچه ارومیه شورش میشه. کسی اینو از ستاد نخواسته بود، ولی الان شما اصلا ستاد وظیفه اجرایی نداره. میدونم ستاد وظیفه برنامه‌ریزی که نیروی وزارت نیرو کار مثلا سنگ اندازی میکرد یا کار خودش رو درست انجام نمیداد، وظایف خودشون رو درست انجام نمیدادن 5 سال نمیدن. این طرف فشاری که بعضی از نمایندگان و اینها شما دارین در میشه، من میخوام بگم که شما یک نیروی خیلی قوی پشتتون بود، همونجور که گفتین من نامه نوشتم به مقام معظم رهبری، ایشون دغدغه‌شون بود یا نه؟ بله. چه دستور داره اگر که دغدغه‌شون بود شما چرا از این دغدغه استفاده نکردین تو مدیریتتون؟ ما داریم استفاده میکنیم که این فشارها کم بشه. خانم هاشمی ما داریم استفاده، ببینید یکی هست که عقلانی باید پیش رفت، یکی از احساسی باید پیش رفت. من نمیتونم بیام، ما سال اول و دو یکی از برنامه‌های این خودش بود
سه سال 50,000 هکتار نکاشت، خسارت بدیم به کشاورز، پولشون آب بیاد به دریاچه. خب خود دولتی که 27 روش رو تصویب کرده بود، وقتی که به دعوا کشید، آره ایشون گفت من 27 رو میکنم 26 تا، مصاحبه دولت 160 میکنم، من یک کار نمیتونم بکنم، میگه من نکاش نمیخوام، فشارهای اجتماعی، من دنبال مصاحبات دولتم، من قانون در اختیارم نبود که بگم این قانون مجلس باید تصویب، این اختیار دولته، دولت میگه من به تو اختیار دادم. خیلی خوب، این 27 تا شد 26 تا، بعدم میتونست بگه بشه 25 تا. این سرمایه اجتماعی که داره نابود میشه این وسط، آقای کلانتری، این فقط 27 تا 26 تا نیست، اصل ماجرا همون 27 تومیه بود، خودتونم میدونید طرح نکاش برگ برنده ستاد احیا بود که بعد شد طرح بهکاش، و همین الان شما میگین 20 میلیون هکتارم 20,000 هکتارم باز به وسط تراسی کشاورزی اضافه شد. این وسط کی سوخت؟ این وسط اعتماد مردم به یه اراده‌ای که اسمش دانشگاه شریفه، یعنی بهترین دانشگاه کشور، و ستاد احیایی که با حکم رئیس جمهور اومده، و مردم الان میگن پس کل اراده حاکمیت هم نمیتونه یه دریاچه ارومیه رو نجات بده. سخته. نه سخته که اینجا شما باید همون موقع که آقای رئیس جمهور میگفت 27 رو، نه ببینین گوش کنین، اینجا دیگه الان شما دیگه مسئول نیستین، مردم میخوان شفاف بدونن ماجرا چی بوده. 27 تا 26 تا نیست که بگیم یک 27 هم هست شده، اصل ماجرا هست شده. این اصل ماجرا چرا هست شده؟ به خاطر اینکه در ستاد احیای دریاچه ارومیه شما نیامدین برای معیشت‌های جایگزین برنامه بدین، یعنی شما نمیتونین به یک کشاورز بگین کشاورزی نکن، ولی ما بهت نمیگیم که به جاشم چگونه پول تولید بکن. اگر این اتفاق افتاده بودی، اگر این اتفاق افتاده بود که شما 83 درصد به بذات، شما دارین میگین 83 درصد رو نگوش کنه، نه بزن شما خیلی حرف زدین الان، آقا الان شما نگاه کن، نه یه لحظه آقای دکتر، شما بیش از 70 درصد این بحث رو خودتون حرف زدین، 10 درصد حرف، 10 درصد نه، اجازه بدید من یه ذره صحبت کنم بعدش. من صحبت کنم اینجوری اصلا توضیح درست نیستش، من واقعا همش سکوت کردم. بفرمایید. ببینید شما وقتی میگی که 83 درصد از بودجه رفته برای وزارت نیرو، 14 درصد برای وزارت جهاد کشاورزی، 2 درصد برای سازمان محیط زیست و 1 درصد برای بقیه، یعنی عملا شما برای وابستگی‌های کاهش وابستگی‌های معیشتی به منابع آب و خاک بودجه اختصاص ندادید. ما باید چیکار می‌کردیم؟ ما باید می‌رفتیم سراغ بلفل کردن مزیت‌های بلقوه در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه که از محل ارائه اونها پول تولید بکنیم، اما شما عملا این کارو نکردین. چرا؟ اون تفکری که بحران ایجاد کرده، اجازه بدید شما وقتی صحبت میکردیم من سکوت کردم، مگه نه؟ من اصلا کامل سکوت کردم. آره. پس یه چند دقیقه ساکت باشین، من صحبتام تمام کنم، تمرکزم هم نخوره. ببینین من حرفم اینه که شما موقعی میتونید در واقع به مردم بیلانی بدید که بتونه به افزایش اعتماد خط بشه، که شفاف باشید، رو دروازی رو بذارید کنار و دقیقاً بگید که چرا و به چه دلیلی این اتفاق افتاده. واقعیت ماجرا اینه که ما برای تغییر شیفت تولید پول پایدار در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کار نکردیم. اون تفکری که بحران آفریده در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، یعنی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، همون تفکر ازش خواستیم که بیاد بحران حل بکنه. معلومه که این بحران نمیتونه حل بکنه. کجای دنیا بحرانی رو که یه تفکر ایجاد میکنه میتونه حل بکنه؟ شما باید مشارکت ایجاد میکردید برای بقیه بخشایی که این هنر رو داشتن که از محل ارائه اقتصادی که آب محور نباشه پول تولید بکنه، و این پتانسیل واقعا تو حوزه آبخیز دریاچه ارومیه وجود داره. حوزه آبخیز در وجود داره. ببین حوزه آبخیز دریاچه ارومیه خود آقای کلانتری میدونه کمترین میزان در واقع گرد و غبار رو توی اون حوزه ما داریم، کم و بیشتری میزان تابش آفتاب در دمای زیر 40 درجه، یعنی بالاترین پتانسیل تولید مزرعه های خورشیدی در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه وجود داره، و ما با تولید برق و خریدش از در واقع جامعه محلی میتونستیم به اینها پول بدیم و ازشون بخوایم که به جاش کشاورزی رو متوقف کنن. تعداد چاه در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه از حدود 7000 به بالای 83000 حلقه افزایش پیدا کرده.
چرا؟ چون که 3.1 میلیارد متر مکعب حقابه دریاچه را که ما گرفتیم، بعد 500 میلیون کم آوردیم، چشممون رو بستیم چاه زدن. چون هیچ هنری نداشتیم بهشون بگیم که به جای چاه زدن و کشاورزی چجوری میتونید پول تولید بکنی. حوزه آبخیز دریاچه ارومیه که بالاترین پتانسیل از نظر اقامتگاه‌های بومگردی، گردشگری پایدار و جذابیت‌ها در حوزه تاریخی و فرهنگی داره، ما واقعا کجای اون رو فعال کردیم؟ حوزه آبخیز دریاچه ارومیه که با 5 کشور همجواره، به ستادی که میاد و بودجه تخصیص میده، چرا برای این حوزه ها کلا 1% تعیین کرده و 89% رو برای کوبیدن، 99% برای کوبیدن بر تبل وابستگی معیشتی بیشتر به منابع آب و خاک بوده، اما حالا با در واقع فرم های مختلف، اما همون بوده. مثلا کوپه کاری کنید، مثلا آبیاری تحت فشار بکنید، ولی همه راه ها دوباره به همون کشاورزی ختم میشه. در صدی که ما میگیم آخه چرا همه راه ها باید به کشاورزی ختم میشه؟ ستاد باید نگاه راه بردی باید داشته باشه. وقتی یه همچین آدم، وقتی دانشگاه صنعتی شریف میاد، مردم دارن میگن دانشگاه صنعتی شریف هم اومد وسط و هیچ کاری نکرد، و این یعنی واقعا افزایش تبل ناامیدی به توان علمی مردم تو این کشور. وقتی که دانشگاه صنعتی شریف هم نمیتونه کاری بکنه، کی میتونه کاری بکنه؟ و شما وقتی میدونستید این اتفاق افتاده، وقتی میدونستید یه استانداری داره زیر پای شما رو خالی میکنه، وقتی میدونستید 2 ساله حقابه رو نمیدن، کجا اومدید گفتید؟ آقای رئیس جمهور مملکت میاد میگه که ما موفق بودیم، هر چی ما بهش میگیم که آقای حسن روحانی 3 سال حوزه آبخیز دریاچه ارومیه با یه دوره ترسالی بی سابقه روبرو بوده. اطلاعات غلط دارن به شما میدن، هنوز هیچ کدوم از اون اهداف اجرا نشده و اگر این ترسالی متوقف بشه، ما با یه بحران جدی روبرو هستیم. شما آقای کلانتری بعد این شجاعت رو داشتی و برفتی به حسن روحانی میگفتی که دنبال جمع کردن رأی برای جنایت نباش، و واقعیت اینه که ما رو نذاشتن کارو نبکنیم، صدها نذاشتن که صدها رو ندادن، حقابه رو به ما ندادن. آقای کلانتری ببینید، یک موقع هستش که آدم به خاطر مصلحت‌های ملی، به خاطر عشقش به کشور، باید به رفقایی که باهاشون رفیقه در واقع جدا کنه خودشو. و شما بهترین کاری که میتونستید بکنید و در تاریخ سرافراز بمونید اینه که همون موقعی که فکر کردید که چیچیان رفت و یه کسی اومده که داره زیر پای شما رو و ستاد خالی میکنه، به مردم ارائه گزارش میکردید و میگفتید مردم من شرمندم، با این وضعیت نمیتونم ادامه بدم و استعفا میدم. یک بار میذاشتید این اتفاق میافتاد، ولی این اتفاق نیفتاد. شما میگید آقای چیچیان به من یه نامه داد گفت آقای کلانتری من وزیر نیروام، نمیتونم دبیر ستاد احیام باشم، پس تو بیا بشو، نمیخوام دوتا پست داشته باشم. خود شما چرا این کارو نکردی؟ شما که رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بودی، این مسئولیت سنگین، چرا پست رئاست سازمان حفاظت محیط زیستم قبول کردی؟ و اتفاقا از موقعی که این پست قبول کردی، ستاد احیا نابود شد، چون دیگه تمرکزت از دست دادی. خود سازمان محیط زیست 1000 تا مشکل داشت. اینا واقعیتایی که سوالیه که مردم از شما میکنن. بذار جواب بدیم. خب شما ماشاءالله سوال میکنید. سه تا نقد الان آقای درویش در واقع مطرح کردن. یکی اینکه خب جنبندی کنیم، یکی نگاه راهبردی، یعنی ستاد میتوانست الگوی تولید مصرف را از آب به چیزهای جایگزین، یعنی به جای اینکه مصرف آب رو بهینه کنه اصلا مصرف آب نباشه. نقد دوم اینه که واقعیت ها رو وقتی که به مسئله خوردیم در واقع نگفتیم به مردم، نگفتیم. و نقد سومشون اینه که شما دیگه دو شغله شدید. ببینید حالا آقای تاچش صحبت میکنن، در حوزه دریاچه ارومیه بهتر از هر کسی میدونه، شما تغییر اقتصاد منطقه رو بخواین انجام بدین 20 سال طول میکشه که از کشاورزی برداریم ببریم به سمت توریسم، برداریم ببریم گردشگری، صنعت یا یه چیزای دیگه. اتفاقی که باید بیفته بلافاصله کشاورز، دریاچه باید احیا بشه. دریاچه از کجا باید احیا بشه؟ از آب منطقه. آب منطقه کجاست؟ 90% تو کشاورزی. آب کشاورزی باید کم بشه. ما اینجا در رودخانه ها موفق بودیم. ما یک عقب ماندگی 20 میلیارد متر مکعبی از دریاچه داریم. دریاچه‌ای که ما بعداً آوردیم مشلشو به 14.7.
آقای درویش میگه شما باید شارق میبریدین، میگفتین که مثلا این 200,000 هکتار ما پولش آب نمیدیم، برین یه فکر دیگه بکنیم. مگر میشه امروز تو امروز صبح من توی جلسه بازرسکل کشور بودم با این بزرگان برای ترک فعل هوای پاک، گفتم آقا ترک فعل هوای پاک چرا محیط زیست رو یقش میگیرین؟ محیط زیست درخواست کرده، خود قوه قضاییه درخواست کرده که مثلا خودروها ترخیص بشن، دادستان کل کشور. خود دیگه من رو قوه قضاییه که نمیتونم، از خود قوه قضاییه گفته که نیروگاه ها باید با مازوت کار کنن، خود قوه قضاییه گفته. ببین آقای درویش اون چرا گفته؟ برای اینکه اون میبینه که من به آقای روحانی گفتم که آقای روحانی به جای این همه جایگزینی ها 2 ساعت خاموشی بدین در زمستان ها مازوت مصرف نکنین. همینطور الان ما خاموشی میدیم، زمستان هم 2 ساعت خاموشی قبول نکردن. گفتن خاموشی نباید بدیم، در نتیجه مازوت باید مصرف کنیم. الان من بیام بگم که مثلا ما گفتیم پیشنهاد ما این بود یا 50,000 هکتار در سال همون پیشنهاد ایشون نکاشت، جایگزینشو ما پول نقد بدیم، هکتاری 5,000,000 تومان بدیم به کشاورز 3 سال 1.5 میلیارد آب بیاریم، دریاچه کامل خوش نشه، چون دریاچه کامل خوش بشه دیگه قابلیت احیاش خیلی سخت‌تر خواهد. خب نشد، کشور تصمیم گرفت، شورای عالی امنیت تصمیم گرفت، کشور تصمیم گرفت که این اتفاق نیفته. ولی در ازای این چیزی که شما دارین میگین که مازوت نسوزونیم و حالا مثلا آب بیشتری به دریاچه بدیم، ما از این طرف میبینیم که میان برق و صادر میکنن. شما در مورد این چی ما آب صادراتی اصلا 1 متر مکعب هم نداریم، 1 لیتر هم نداریم. نه آقای کلانتر ببین بحث ما اینه، من بحث شما رو میگم که شما میگین که مسائل اجتماعی رو فراموش کردیم، چسبیدیم به سخت افزار. حرفت اینه دیگه، بله. سخت افزار باید اتفاق میافتاد که من این آب بیارم کسریامو جبران کنم. مسائل اجتماعی هم سر جای خودش بود، منتها توی مسائل اجتماعی زمان بره. نه آخه شما بودجه ای نذاشتی، شما وقتی 83% میذاری برای سخت افزار، برای اینکه پول شما اون میخواد. نه ببین یه موقع هست که شما میگی من برای 50,000 هکتار حذف کردن دیگه بودجه نیاز نداشتی، ما بودجه رو برای اون مجاری برای اون حوزه برای کارآفرینی سوالای شما فرام نکرد بگم برای شما رو همونا بریم. ببین به اعتقاد من و بسیار از افراد تغییر اقتصاد دستوری نیست. ببینید ما حتی اگر دقت کرده باشین تو مدل فکری که در رابطه با کشاورزی و کاهش مصرف آب رفتیم، نرفتیم بگیم آقا اینو نکار اینو بکار. میخوام بگم اینا خیلی مبانی مهمیه یا روی حقابه داره، ما رفتیم رو اصول، رو اصل واتر کپ، یعنی سقف برداشت. شما اینقدر میتونی برداری، هر چی میخوای برو باهاش بکار، هیچ کم نتونست مخالفت کنیم. من میخوام بگم ما دستوری به موضوع وارد نشدیم، سعی کردیم تجربه جهانی و با یک منطقی بریم جلو که بتونیم جواب همه رو بدیم. من یک کشاورزی یک نمایشگاه بود حدود 4 ماه پیش به من گفتش که آقا ما کشاورزان پیش رو اونایی بودیم که تمام آنچه داری که ستاد گفت ما عمل کردیم. ببینید میخوام بگم آخر سر دنبال این میگردیم یکی بگیم من عمل کردم، حرف الکی رو کسی قبول نمی کن. بس این میخوام بگم جذابیت هم ایجاد کردین تو این جریان. یعنی چی جذابیت؟ یعنی که انگیزه سوبسیدی پولی چیزی نه 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 پول و اینا نه، من بیشتر میخوام ببینم که چون این بخش فرهنگ سازیه که یک کشاورزی بیاد آب کمتری استفاده کنه ولی محصولش رو محصول ببینید. من میخوام ببینم آیا انگیزه ای برای اینکه بیان به این سمت ایجاد کردین؟ ببینید انگیزه ها رو من بگم، شما همینی که به کشاورزان میاندا آب کمتری رها کردی، آبای زیرزمینیشون پایین‌تر رفت و زمینشون شور نشد و اجازه داد که بتونه محصول رشد بکنه، وقت داره همین موافقت میکنه دیگه. من میخوام بگم هر چیزی منطقی باشه و اساس تجربه جهانی باشه و طوری باشه که کشاورز احساس بکنه که معیشتش در ترسی قرار نمیگیره میاد وسط. اگه اینو تغییر میدادی مثلا چیزی که تغییر پیدا کرده دیگه، گفتن این که کشاورزی رو تغییر میدادین ولی انقدر اون رو جذاب میکردین برای آدم ها. میتونه خانم هاشمی ببینید من چند تا مثال رو بزنم.
ما عمده پروژه هامون تا 1400 اصلا اسمشه، گفتیم انتهای 1400 انتهای پروژه های سخت افزاری. خب ببین بعضی از این پروژه های سخت افزاری اگه من دو تا تصویر خونه و خود تونل رو کنار بذارم سردهنه سازیه. اصل و اصولی که من بتونم آب مدیریت بکنم بعد بتونم اندازه‌گیریش بکنم. ما اومدیم تمام سردهنه ها رو به شکلی تنظیم کردیم که مثلا بارشی که در حدود سال 93-94 می اومد اگه 300 تا در نازلو من بالا دست داشتم 90 تا وارد دریاچه می شد. ولی وقتی که اینا رو تنظیم کردم اجازه ندادم که کشاورزا هر جا دلشون خواست آبو بردارن، این 300 تا به 295 تا میرسه. این 300 تا در بالا دست تولید میشه، 295 تا میرسه به دریاچه. این یعنی اینی که من دارم مدیریت میکنم آبو. تو بودجه ها اولین بودجه 1400 و 1400 که میشه سال آخری که ستاد بودجه خودش رو اداره داد این نسبت عکس بوده، یعنی من 35% سخت افزاری داشتم، پروژه دیگه ای نداشتم، 65% هم شده نرم افزاری. یعنی چی نرم افزاری؟ یعنی 5 تا محصول رو گرفتیم از 3 سال قبل ترش، گفتیم اینا 76% مصرف آب و 75% سطح اراضی منو تشکیل میدن. یکیش گندم، رفتیم سرمایه گذاری کردیم 8 سال روی بذری که 2 تا 3700 هکتار اومده الان کاشته شده که 3.5 تن رو تبدیل کرده 7.5 تا نزدیک 13 تن. خب ببین میخوام بگم اینا نرم افزاریه، دو تا آب کمتر. و اینا هم شما بگم من این بذر رو نمیتوانستم یه ساله داشته باشم، یعنی این بذره تو 10 سال به بالا میشد. تیم دانش بنیانی که اومد این کارو کرده تونسته در 7 سال اینو برسه. چرا اینو خارج کشاورزی نبود؟ نه ببینید من خب یکی یکی برم دیگه، میخوام بگم اول ما ببینید ما ستاده یا درجه ارومیه هستیم، مسئله نوک پرگار ما آبه. میخوام بگم که رو این نوک پرگار آب ما هرچی دورتر میشویم میریم سراغ بعضی از چیزایی که فکر میکنیم میتونه به کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری و کاهش وابستگی کمک کنه. 90% آب داره برای کشاورزی. نه دیگه ببینید من بگم من 1 میلیارد متر مکعب در کشاورزی میخوام صرفه‌جویی بکنم. خب اینا همه برنامه براش وجود داره. 377 میلیون متر مکعب شد تا الان صرفه‌جویی کردم. خب میمونه 600 تا. من این 600 تا رو رفتم نگاه کردم با چه فعالیتایی در این 5 تا محصول، یعنی محصولی که یکیش گندم است، یکیش چغندر قند است، یکیش انگور است، یکیش سیب است، یکیش یونجه. اومدن 408 برای هر کدوم اینا گفتن چه اقدامی در رابطه با سیب در کدوم شهرستان توسط چه کسی باید صورت بگیره و چقدر میتونه صرفه‌جویی انجام بده. خب چرا این تحقیقاتی که کردین تحقیقاتی نبود که مثلا میگم ما این جریان تحقیقات نیست، ببینید این برنامه است، ببینید این برنامه، برنامه‌ریزی از سال گذشته ابلاغ شده سمت شما مشاغلی که میتونه مردم را از کشاورزی دور کنه ولی معیشتشون با مشکل رو ببینه، حتی اینقدر جذاب باشی که بیان بسن. قرار نیست ما کشاورزی رو دور کنیم، ما قرار مصرف آب رو در کشاورزی کم کنیم، ما قرار نیست کشاورزی رو تعطیل کنیم. کشاورز سر جاش باید کشاورزی بکنه با آب کمتر. شما همین پاسخای درویشون بله ببین پس میخوام بگم این نسبت الان که شما نگاه میکنید درست برعکس شده. برنامه محوری طوری هستش که ما بتوانیم همین کشاورز، ببینید شغل کشاورزی یه چیزی نیست که من یک شبه بتوانم بگم بیا حالا من یه صنعتی درست میکنم. ما عمده صنایعی که میتوانم اونجا ایجاد بکنیم اشتغال قابل توجهی نمیتواند ایجاد بکنه. الان کشاورزی معیشتی دارم، من باید بتونم مصرف آبمو 40% کم بکنم با 60% باقی مانده بتوانم بهره وری افزایش بدم، بتوانم گیاهان دایر رو بیارم، بتونم زنجیره ارزشمو تکمیل کنم. ببین اینا یک شبه اتفاق نمیفته، اینا مباحثی هست که ما در برنامه‌مون دیدیم. میخوام بگم آقای درویش الان ما در بودجه سال گذشتمون این نسبت برعکس شده، یعنی 35% من سخت افزاری دارم که بازم به اعتقاد من اونم نرم افزاریه، یعنی سردهنه سازی. اونایی که تا 2.5 متر مکعب در ثانیه میخوان آب رو برداشت کنم و برای اونم سردهنه بسازم، بقیهش رفته برای این 5 محصول که توی این 5 محصول من بتونم این اقدامات رو انجام بدم. پس من میخوام بگم ما باید در ابتدا سخت افزاری میرفتیم رو 3 تا پروژه که آب 1 میلیارد رو بتونیم برسونیم و بعد میریم سراغ بقیهش. ببینید شما اشاره میکنید که 20000 هکتار افزایش پیدا کرد. من سوالم اینه که اگه ستاد نبود این اقدامات نبود چقدر میتونست افزایش پیدا کنه؟ خیلی بیش از این.
پتانسیل دارد اونجا. ببینید ما در جاهایی که آب نداریم، این اصفهان شما ببینید چه خبره، اونجا هر جا شما میرید آبه، آب زیر زمینیشن میرید اون زیر آب بالاست. بنابراین قبول 20,000 هکتار، ولی اگر ستاد و برنامه‌هاش و برنامه‌های جلوگیری از توسعه اراضی اگر اون نبود، کسی میتونه جواب بده بر اساس اون چیزی که دو برابر شده این حتما میتونه سرسایش پیدا بکنه. بنابراین ببینید ما مسئله الان خط تراز چنده تو دریچه شد؟ الان من امروزشو بهت میتونم بگم، همین امروزو بهت بگم 1270 مایز شد. 1270 مایز شد موقعی که کار تحویل گرفتی چند بود؟ ما 1000 رو خدمت شما عرض بکنم 93 1270 مایز شد. آفر خب 1270 ممیز 3 دهم بعد از 8 سال شده 1270. و اگر ستاد نبود نه اگر اونو شما ببینیم ببینیم نه اصلا شما خودتون رو شما جای مردم بذاری اتفاقا همین سوالو ببینید. نه آقای تجیشی یعنی ما یک ممیز شده بود یک ممیز یک ده یک نه هیچ تغییری نکرد یک ممیز یک دهم میلیارد دلار یعنی بیش از 30,000 میلیارد تومان پول هزینه نکردی. 2000 میلیارد تومان کلا ستاد اومده برای پروژه هاش پول از دولت گرفته. برای چی هم خرج ببین بله ببین بقیهش پولایی بوده که از صندوق چه ستاد باشد چه دریاچه بخواد احیا بشود یا نباشد بعد خرج میشده. ببین من ما میگیم قدر مطلق 8 سال زحمت شما مثلا یه ذره پایین‌تر از تراز سال 92 میفهم یعنی کسی که نمیخواد در واقع منکر زحمت شما شه. آخه در بیش این سوال رو آگاهانه کرد. ببین این میلیونه که در دو سال گذشته کاهش پیدا کرده همون دلایلی که اول بحث شد، وزارت نیرو آب نداد، ولی این روند میتونه ادامه پیدا کنه؟ نه الان آماده شده. یعنی شما امروز دولت اراده بکند میتواند سالی 950 میلیون متر مکعب آب جدید وارد دریاچه بود. اون موقعی که دولت با شما بود و رفیقتون بود شما نگفتید که دولت خیانت میکنه. تازه تمام شده دو ساله گوش بده میگید دو تا یه میلیارد ندادن. آقا گوش بده 98.5% پروژه پیشرفت فیزیکی داشته چرا تمام نشده؟ 99.5% سال گذشته دولت پروژه پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه تبریز رو که 120 میلیون متر مکعب باید بده تحویل دولت داده، 0.5% هنوز تمام نشده. ببینید سرمایه گذاری ها شده، اگر وزارت نیرو سال آخر همت میکرد 100% تمام میشد. خب وزارت نیرو همکاری نکرد رسیدیم به حدود بعضی ها 98%، بدترینش مال تصفیه خانه ارومیه هست 87%. یعنی اینا میتونستن تمام بشن. ما از اینجا اومدیم تا اینجا این یه تیکش مونده، این یه تیکه تمام نشه آبی وارد نمیشه. شما الان داریم به زبان بی زبانی میگین که آقا کار تموم شده، یه اراده ای نذاشته این کار به نام ما تموم بشه. من کاری من میگم اصلا آقا کار مال دولت 13 تمام کن. خب میگن تونل اشکال داره، وزارت نیرو و قرارگاه رو بکشیم به سلابه، برای اینکه کارفرما اونه، پیمانکار و مشاور اونه، اون باید پاسخگو باشه. نه ستا این وسط یه چیز دیگه داره نابود میشه. این وسط همین این وسط اعتماد مردم به توان علمی ایران داره نابود میشه. نمیشه مردم میفهمن. ببین من به شما بگم امروز خوشبختانه قباری که ما سال 93 داشتیم دیگه نداریم، قبار نمکی. سازمان جنگل ها و مراتب به شدت خوب عمل کرد، همون سازمانی که تو تحقیقاتش بودیم، یعنی زمان آقای منصور واقعا من مدیونشم. قبار رو از مرحله خطرناک تمام کرد، قبار نمکی رو من که نمید، ولی من گلمند بزرد نیرو هستم کماکان. برای چی؟ برای اینکه قوانین مملکت دست منو بسته، قانون مملکت به من میگه تو به تمر سرجات، به تو هیچ ربطی نداره، هر آبی وزارت نیرو به تو داد با اون باید زندگی کنی. اوکی اینه قانون میگه، قانون مملکت اینو میگه. عیسی کلانتری چرا باید با یه همچین قانونی؟ من که شخص نیستم، من به عنوان یک آذری رفتم دنبال این کار، خودم
دنبال احیای دریاچه ارومیه بودم، الان هم کاره ای نیستم ولی اصلا بیشتر دنبالشم، برای اینکه زندگی من اونجاست، زندگی هموطنان من اونجاست. من که دریاچه ارومیه رو ول نمی کنم. دریاچه ارومیه برای من نه پستی داشته، نه مقامی داشته، نه درآمدی داشته. یک ریال از دریاچه ارومیه من درآمد نداشتم، ولی من وظیفه خودم میدونم، برای اینکه من میفهمم که کسان دیگری که اونجا هستن شاید به اندازه من خطرات رو درک نکنن، لمس نکنن. با نماینده هاشون صحبت میکنم، با نماینده هایی که سازگارن، اطلاعات میخوان اطلاعات میدیم، و مسئولین کشور، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، همه اونا که آقا این اگر اصلاح نشود پیامت امنیتی خواهد داشت، نمیتونین جلوش بگیری. دریاچه ارومیه احیا نشود هیچ حکومتی نمیتونه دوام بیاره تو کشور. شما نمیتونین با سیل مهاجرت میلیون ها نفر آدم مقابله بکنین. ولی دریاچه ارومیه با چی باید احیا بشه؟ با آب حوضه خودش. آب کمکیمون از زاب میاد، بله. اصل قضایای احیای دریاچه ارومیه همونطور گفتی با خود حوزه است. از سال 1401 ما قرار نبود دیگه بودجه سخت افزاری داشته باشیم. 100% بودجه ما میره برای نرم افزاری تا 1408. مسائل فرهنگی اجتماعی مثل سخت افزار آسون نیست. مسائل آموزشی و ترویجی رو من بودم، تو هم بودی، میدونی چقدر سخته. این زمان بره، این هزینه زیادی نمیخواد ولی زمان میخواد. من به همین دلیل میگم که قطعا دریاچه احیا خواهد شد. هیچ قدرتی نمیتونه دریاچه رو خوش کنه، برای اینکه هیچ قدرتی نمیدونه با دریاچه خوش تو کشور زندگی کنه و حاکمیت بکنه. دریاچه به هر قیمتی هست باید احیا بشود و اقتصاد مردم هم باید بچرخد. هزینه شون دولت حکومت باید پرداخت میکنه. ما هزینه سیاست های غلط گذشته رو باید پرداخت میکنیم. بله. ما هزینه های توسعه غیر پایدار رو نه در دریاچه ارومیه، در خوزستان، در فارس. فارس یه وقتی 2.5 میلیون تن گندم تولید میکرد، میخرید، الان رسیده به 400,000 تن. برای اینکه همه چاهاش خشکیده. چاهی که 50 متر عمق داشت الان در 400 متری خشکیده. کشور رو ما داریم بر مصرف آب نابود میکنیم. مشکل کشور ما هوای بد نیست. هوای بد با یه باد خوب میشه. هوای بد با یه سرمایه گذاری در موتورسازی و نمیدونم در سوخت خوب میشه. ولی آبمون رو تمام کنیم کشور بدبختی شروع شده. یعنی کشور ایران اگر سیاست آبی خودشو تغییر نده و به سرعت تغییر نده، ایران خلاصه خواهد شد شمال البرز و غرب زاگرس و سلام. یعنی همه مردم، اونایی که کشاورزن، اونایی که از روی کشاورزی تزریق میکنن، باید مهاجرت کنن برن شمال البرز و غرب زاگرس. بقیه مملکت، مملکت رو کوچیک کردیم ما. کشور ما داره کوچیک میشه. درسته مرزمون رو حفظ کردیم، ولی جمعیت رو ما داریم کوچ میدیم به علت سیاست آبیمون. دریاچه ارومیه هم یکی از قربانی های سیاست آبیه. جزمریان هم هست، خوزستان هم هست، اصفهان هم هست، جای دیگه هم هست. سیاست های آبی کشور ارجنت، اورژانس، باید سریعا و سریعا اصلاح بشه. محیط زیست ما هم همینطور. محیط زیست ما وابسته به سیاست آبیه. من پارسال همین موقع مشکلات آب دادن به حیات وحش رو داشتم توی زیستگاه هم که دیگه چای نزده نمیشه. که اینه که من اینو قبول دارم در دریاچه منبعش نرم افزاریه، چون سخت افزارش باید تمام شده باشه. قایتم باید تمام. قبل هفتش من خبر ندارم، چون آدم های ستاد احیار هم راه نمیدن اونجا. یه میگن نباید بیان، هم نیان. ولی سخت افزار تمام شده، نرم افزارش هم تا 1408 باید ادامه پیدا بکنه. همون سیاستایی که تو میگی، این بودجه هایی هم که از تو اون مسیر باید سرمایه گذاری بشود. و دریاچه ناچاره احیا بشود. اگر ما میخواییم که کله ایران رو داشته باشیم، اگر میخواییم ایران رو داشته باشیم، دریاچه ارومیه باید احیا بشود به هر قیمتی. و سلام علیکم و رحمت الله. من چه کار دارم؟ یه لحظه بسرمی همیست. ببینید ماجرا اینی که آقای
عیسی کلانتری عزیز با پوست و خونش به اهمیت راهبردی حوزه آبریز دریاچه ارومیه واقفه و میگه اصلا قابل معامله نیست، اما عملا در طول دوره مدیریتیش نشون داده که یه مصلحت هایی براش مهمتر از همین مسئله راهبردی بوده. برای همه چرا؟ قربانی میشد. چرا؟ چون سکوت کرده در برابر تخلفایی که اتفاق افتاده. نه سکوت که نه. آقای کلانتری سکوت کرد. آقای کلانتری عزیز، من با یکی از مدیران ارشد وزارت نیرو صحبت میکردم که ایشون جزو ستادی بود که سد گتوند رو در واقع قرار بود در موردش تصمیم گیری بشه. میگه که ما در یه جلسه ای که سپاست حضور داشت گفتیم که آقا اگر این سد آبگیری بشه تشکیلات گچ گچساران خودشون نشون میده و یه فاجعه بزرگ ایجاد میکنه. بعد میگه که رئیس جلسه که از سپاست بود اینطوری کرد، گفتش که این حرفایی که تو زدی تو همین جلسه باقی میمونه. بعد من بهش گفتم بعد تو چیکار کردی؟ نکتش اینه. گفتم بعد تو چیکار کردی؟ گفتش که خب من پیش خودم گفتم من باز یه ذره عرق محیط زیستی دارم، اگه منو وردارن یکی سری ممکنه بذارن که همین عرقم نداشته باشه. کوتاه اومدم سکوت کردم. 3800 میلیارد تومان زدیم سد گتوند رو ساختیم، 20% جلگه خوزستان رو چیکار شوت کرد. زمان خانم ابتکار در دولت دوم آقای خاتمی، خانم ابتکار یه نامه می نویسه به آقای بیطرف، میگه آقای بیطرف با این روند سدسازی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به یه بحران میرسه. آقای بیطرف چیکار کرد؟ هیچ عکس العملی نشون نداد. خانم ابتکار بعدش چیکار کرد؟ به خانم ابتکار خودم گفتم که آقای درویش حرف ما رو تحویل نگرفتن، ولی اون سکوت کرد و ادامه داد. در زمان دولت دوم محمود احمدی نژاد آقای محمدی زاده نامه می‌نویسه به نامجو، نامش هست که به ما گفتن که اگر این سد آبگیری بشه یه فاجعه به وجود میاره، شما آبگیری رو بندازید عقب، از رئیس جمهور دعوت نکنید که بیاد. و این اصلا وقت این نهاد به حرف رئیس سازمان مؤسسه آبگیری کردن، رئیس جمهور هم دعوت کردن. و بعد آقای محمدی زاده چیکار کرد؟ استفاده داد؟ نه، چون براش مهمتر ملاحظات رئیس بالادستیش و ادامه حضورش تو حاکمیت بود. آقای کلانتری شما میدونستی که چه اتفاقاتی داره میفته؟ آقای تجریشی شما میدونستی که چه اتفاقاتی داره میفته؟ ببینید من دارم میگم که شما باید خودتو این اتفاقات اجباراً ممکنه بیفته، ولی نهایتاً چیه؟ دریاچه باید احیا بشه. ای باز من همینه میگه، من میگم این دستت شما هیچ راهی نیست. شما اعتماد مردم رو نسبت به قابلیت های توان نرم افزاری و سخت افزاری شما یک کلمه اعتماد گرفته از این واقعیتش اینه تعریفی هم نداره شما. دریاچه زمانی اعتماد مردم جذب خواهد شد که دریاچه احیا بشه، و دریاچه یقیناً احیا خواهد شد با 2 سال تاخیر. دریاچه احیا خواهد شد. من تنها نامه‌ای که به آقای احمدی نژاد نوشتم در مورد سد گتوند بود. یک نامه نوشتم بهش به عنوان شهروند، گفتم این خیانت رو نکن، این سد رو آبگیری نکن. 2 ماه قبل از افتتاحش گفتم نکن، تمام خوزستان رو شورابه میکنم. و نکرد و کرد. دریاچه ببینید، ما با قهر نمیتونستیم دریاچه رو احیا کنیم، ما با آگاهی رسانی به عموم. همین که همین موزه حرف همین موزه نه همین موزه تو خیلی خوبه، همین موزه ما میخوام که ببین زمان احمدی نژاد کسانی که میرفتن روزهای پنجشنبه به دریاچه سمبولیک آب میریختن با یه نمیدونم لیتر آب، با یه آفتاب آب یا با یه بطری آب سمبولیک، این آدم ها رو گرفتن کردن تو زندان. ولی خوشبختانه الان همون آدم ها مثل شما در حوزه دریاچه ارومیه مدعی ما اینو میخوایم، این ادعا کمک میکنه ما رو که دریاچه احیا بشه. دریاچه رو من به شما قول میدم حاکمیت دولت بخوادم خشک میکنه نمیتونه دیگه. دریاچه به هر قیمتی، حتی اگر شده به فرض از وان آب بیارن، از دریاچه وان. یه ده میگن که وان بغل ارومیه است، چرا اون خوش نشده این خوش شده؟ اون 400 متر عمقشه، این 4 متر عمقش بود. 4 متر آبش بپره 100% خشکه، 400 متر 4 متر آبش ببره میشه 396 متر. حتی شده با آب وان در نهایت اگر از حوزه تامین نشه دریاچه باید خشک بشه، هیچ راهی وجود نداره. ممنونم آقای دکتر. آقای فیکتر بازی چه رو به هم میزنی؟ من خودم یه وقتم تمام شده، من یه سرق به دستم رسیده. حالا اگه یه چند عزیز بودیم ما لایک رو ادامه بدیم. ایشون هست خدمت شما هست کنم. خدا نگهدار. حالا چون در واقع شما نقد خیلی صریحی کردین، من سندی به دستم رسیده، نامه‌نگاری آقای
مهندس آقای عیسی کلانتریه به عنوان دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه با آقای دکتر مخبه به تاریخ 21/12/1400 و اونجا ایشون گفتن که با توجه به اینکه هم بارندگی ها خوب بوده و هم در واقع در حوزه آبوز دریاچه ارومیه به لحاظ بارش ها و اینها آب خوبی جمع شده، متاسفانه رهاسازی انجام نشده و به نظر میرسه که این شایعه داره پیش میاد که دولت به در واقع عمدن داره این کار رو میکنه تا احیای دریاچه ارومیه به نام دولت قبل تموم نشه یا کلن به نام این دولت تموم بشه. خب آقای درویش، ما فکر کنم که حالا به خاتمه نزدیک میشیم، ولی شما یک غیر از نقدایی که گفتید دیگه چه مسئله با روی کرده ستاد داشتید و الان به نظرتون که حوزه اجرا چکار میشه کردید؟ ببینید یک گزارشی وزیر نیرو در اولین جلسه شورای عالی آب در همین دولت 13 به رئیس جمهور داد و گفتش که ایرانیان از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال 1199 130 میلیارد متر مکعب بیشتر از اون چیزی که وارد سفره‌های آب زیرزمینیشون شده ازش برداشت کرده. یعنی آقای مهرابیان اینو گفت و 130 میلیارد، یعنی 5 دریاچه به بزرگی دریاچه ارومیه در شرایط نرمالش ما بیشتر از اون چیزی که وارد سفره‌هامون شده برداشت کردیم. یعنی این حرفی که من میزنم حرف عجیب و غریبی نیست، خود عالی ترین مقام وزارت نیرو داره به رئیس جمهور میگه. اخیراً هدایت فهمی مدیر عالی رتبه وزارت نیرو گفتش که در این رقم در 1401 به 160 میلیارد متر مکعب افزایش پیدا کرده در 1401. یعنی بحران خیلی جدیه. ببین ما میگیم که 4 میلیمتر فرونشسته زمین یعنی بحران، یعنی باید یک ستادی به ریاست عالی ترین مقام اجرایی شکل بگیریم بحران مدیریت کنه. الان در اسپانیا، در ایتالیا، در جنوب اسپانیا و ایتالیا در منطقه که 3.6 میلیمتر در سال داره فرونشست اتفاق میفته، الان به ریاست نخست وزیران این کشور ستاد تشکیل شده. این رقم الان تو جنوب غربی تهران ما 36 سانتیمتر در ساله و در فاصله بین دشت فسا تا جهرم 54 سانتیمتر در ساله، در اصفهان 25 سانتیمتر در ساله، در یه جاهای دریاست 27 سانتیمتر و این رقم یعنی بین 30 تا 140 برابر اون چیزی که بهش میگیم بحرانی. یعنی ما چیزی دیگه برای از دست دادن نداریم. کی اینا رو میفهمه بیشتر از همه؟ مسعود تجریشی میفهمه، عیسی کلانتری میفهمه، میفهمن که سر چیزی دیگه نباید مصلحت اندیشی بکنن، چیزی برای مصلحت اندیشی باقی نمونده. ما باید شفاف به مردم بگیم که چه کار کردن. شما اگه بمونی 5 سانت بحث و جلو ببری بهتره؟ بله. یا اعتراض کنی، سر و صدا کنی، بگی من یه آدم آزاده ایم فلان هم، بله. بیای بیرون و اون 5 سانت هم جلو نره. آفره. یا 5 سانت بعد 10 سانت برگرد عقب. یه موقع هستش که موقع یه خطری هست جلو تو اتوبان، خب اگه تو سرعت رو کم بکنی دیرتر به اون خطر میرسی، اما آیا سرعت رو کم کردن باعث میشه تو به اون خطر نرسی؟ تو باید شجاعت دور زدن داشته باشی. اینجا مسئله اینه، مسئله اینه که تو با این روند بری جلو، مثلا آروم آروم ما رو یک کاریش میکنی، مثلا اون مدیر وزارت نیرو که گفت حالا یک کاریش میکنیم از من برمیدارن یک چیزی رو میذارن بدتر، ما دیگه چیزی برای از دست دادن نه. ما به مرز اوورشوت رسیدیم، ما به مرز ورشکستگی اکولوژیکی رسیدیم. اوضاع بسیار خطرناکتر از اون چیزیه که مردم ما دارن متوجه میشن. یه جایی ما باید در واقع تیر خلاصو بزنیم، بگیم که چه اتفاقی افتاده. حالا یه بزن نه آقا، مدنیو تحمل نمیکنه آقا. اصلا من به سیستم کار ندارم. من میگم من عاشق سرزمینم هستم. خب یه موقع هستش که همین الان عیسی کلانتری که بیرون ستاد احیا است با همین ادبیاتش بیشتر میتونه به احیای دریاچه کمک کنه. باور کنید بیشتر میتونه کمک بکنه. همین حرفایی که امروز زد فشار بیشتری به حاکمیت میاره و اگه 2 سال پیش رفته بود بیرون و استفاده داده بود بیشتر به احیای دریاچه ارومیه کمک میکرد. من میگم ما به خاطر یه عشق بالا
بالاتری به سرزمینمون، بعضی موقع بعد عشقمون به صندلیمون و رفاقتمون با رئیس بالا دست بذاریم کنار تا این مملکت درست بشه. ما به یه نسل ایثارگر نیاز داریم. راجع حرف شما هستم، ولی مگه من چرا استفاده دادم؟ نیروی اجرایی الان بحثشون اینه که آقا من وایستادم با چنگ و دندون میلیمتر میلیمتر دارم پیش میبرم، چون اگر که وایستم میشم اصلا میلی که میشم. ببین میلیمتر پیش بردن نیست، داره جلوی یه ماشینی رو که داره میره از درب سقوط کنه میگیره، اصلا فایده نداره. قضیه اینه، مسئله خیلی جدی تر و اصل ماجرا اینه که ما میتونیم مشکل حل بکنیم، یعنی واقعا این مشکل قابل حله، اینطوری نیست که نباشه. یک اراده وجود داره که فکر میکنه همه راه‌ها به توسعه کشاورزی ختم میشه، به کوبیدن بر تبل وابستگی معیشتی به منابع آب خاک، به استقرار صنایع آب بر ختم میشه، چون ما میتونیم اینجوری استقلال خودمون رو حفظ بکنیم. ما میتونیم اگر همه دنیا ما رو تحریم کرد روی پای خودمون بایستیم. ما داریم میگیم این میتونه خطرناکترین مؤلفه باشه برای فروپاشی این سرزمین، چون که خود وزیر نیرو داره میگه 130 میلیارد متر مکعب از وسعت آبخانه‌های ما کم شده، یعنی مهمترین شاخص امنیت زیستی این کشور در حال از بین رفتنه. اصفهان در حال مهاجرت وحشتناکه. خوزستان که 4.8% بالاترین رشد جنینی رو داشته، فقط 0.7% افزایش جمعیت رو داشته. 10,000 معلم از خوزستان رفتن، 10,000 معلم دیگه دارن میرن جلوشون رو گرفتن. چطوره که این آمارها رو شما نمیبینید؟ چگونه استش که این موج وحشتناک مهاجرت رو نمیبینید؟ توی خوزستان یه کارگر ماهر وجود نداره، یعنی هر کسی که فکر میکرده میتونه از یه جای دیگه پول در بیاره در خوزستان رو ترک میکنه. اینها این آزمایشگاهیه که به ما میگه که زپ ملاحظات محیط زیستی در پای مصلحت‌های اقتصادی میتونه کشور رو به باد بده. کی باید این حرف رو بزنه؟ دانشگاه صنعتی شریف باید بزنه. دانشگاه صنعتی شریف گردنش از همه ما کلفتره، اونو که نمیتونن حذف کنن. اون باید بیسته و این حرفو بزنه، نه اینکه همراهی بکنه. در دهه 1980 میلادی یک روانشناس اتریشی با تیمش تصمیم میگیره بره به جنوب سودان، برای اینکه در یک روستایی که هنوز پدیده آدمخواری وجود داره مشکل حل بکنه. بهش میگن آقا این کارو نکن، خطرناکی میزنن نابودت میکنن. میگه نه، من با رئیس قبیله صحبت کردم، مشکلی نیست، میرم حلش میکنم. اولا وارد میشه، براش گاو میکشن، اصلا خیلی استقبال عجیب غریب، شروع میکنه کارگاه آموزشی گذاشتن فلان این حرفا. بعد از یه هفته نگاه میکنه این بر اون بر، میره بر دستش نیست، بر دست این بر نیست، اون بر نیست، کجاست؟ توی دیگه اصلا نابود میشه. میگه بابا جمع کنید بریم، فایده نداره. رئیس قبیله میفهمه، میاد میگه به تمام بت‌ها سوگند، در اون لحظه ای که این وردست تو رو داشتن تو دیگ میخوردن من اونجا نبودم. کجا بودی؟ رفته بودم هیزم بیارم. برای چی؟ برای اینکه آتش زیر اون دیگ رو شعله ور کنم. متخصصین ما، برخی از متخصصین ما دارن خواسته یا ناخواسته بر ارتفاع هیمه آتش نادانی اضافه میکنن با همین مصلحت اندیشی هاشون. یه جا ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. مسعود تجریشی فارغ التحصیل بهترین دانشگاه جهانه، یکی از بهترین دانشگاه جهانه و در بهترین دانشگاه ایران داره کار میکنه و برای خودش اعتباریه، اما به خاطر اینکه رئیسش رفیقشه، رئیس رئیسش هم رفیقشه، به خاطر که هزار تا ملاحظه دیگه داره و نمیخواد اونا رو برنجونه، از اعتبار خودش و دانشگاه خودش میگذره. این واقعیتیه که داره اتفاق میفته، چه بخواد ایشون بگه چه بخواد نکه. و خود عیسی کلانتری 2 سال، من میدونم که توی دوره دوم دولت حسن روحانی این دو نفر خونه دل خوردن، این دو نفر بسیار حرص خوردن و با خودشون خیلی هم درد دل کردن، ولی در نهایت به این مصلحت رسیدن که بهتر اینا رو نگیم. حالا من اجازه هستش بگم بقول من خیلی استفاده میبرم. واقعا من صورت مسئله رو و دغدغه و ایشون رو میپسندم، بهش ایمان دارم که تقدر میده، ولی راهکارش ممکنه یکی از راهکارهایی باشه که در جلوی افراد هست. بنابراین میخوام بگم فقط اون راهکار نیستش که من از کشورم خوشم نمیاد، کشورم رو ول بکنم، برم. این ممکنه
یه راهکار باشه. ما مهاجرتمون یک حکم شرعی داره، یعنی شما در یه جا نمیتونی کار بکنی، میتونی چیکار بکنی؟ مهاجرت بکنی میتونی، ولی در این نشده که هر کی به هر جا رسید میگه آقا من اصلا میرم مملکت فایده نداره. ببین میخوام بگم در صورت مسئله بیایم با آقای مهندس درویش ببینیم چه راهکارهایی وجود داره و ما برای خاطر اینکه بتوانیم به هدفمون، ببین هدف ما چیه؟ حفظ سرزمینمون، نشون دادن اینی که میتوانیم مسئله حل بکنیم و اینی که میتونیم برای نسلهای بعدی یک سرزمین سوخته نذاریم. هدفمون اینه دیگه. میخوام بگم در هدفمون من فکر میکنم هممون نمیتونیم برگردیم، هممون عاشق سرزمین. بنابراین اینی که عاشق سرزمینمون هستیم ممکنه برای نشون دادنه که من عاشق بچم هستم هر کی یک رفتاری از خودش نشون بده. در رفتار نشان دادن من میخوام بگم ما یک مسئله داریم به نام مسئله بدقلق، مثلا ویکد پرابلم میگم. تو این مسائل بدقلق اولا ما یه راهکار نداریم. این نیستش که من وقتی که نمیتوانم ایشون رو به قول معروف توجیه کنم، متقاعدش بکنم، اون چیزی که به نظرم میرسه رو بگم، آخر سر عصبانی بشم باهاش دعوا بکنم. خب میگم خب حتما بیان من چیه؟ نتوانسته به ایشون کمک بکنه که منظورم رو بگم. من از این موارد زیاد دیدم. من خیلی از اوقات فکر میکردم مثلا نماینده مجلسه، مثلا فکر میکردم خب این هر کسی، ما در اقتصاد میگیم هممون منطقی عمل میکنیم، مثلا یه 100 دلاری رو زمین افتاده باشه میگن اگه 100 دلاری بود نفر قبلی برداشته بود، بعد پول نیست، منطقی عمل میکنیم. من خیلی از اوقات با نمایندگان محترم مجلس صحبت میکنم میبینم اون برداشت خودش رو از موضوعی داره میگه که من نمیتوانم بیام بگم ایشون هم بدنه من فکر بکنه. ایشون حتما در مبنای فکریش اینی که میخواد دوره بعدم رأی بیاره برای اینکه به مردم خدمت بکنه. من همه رو مثبت دارم میگم، میخواد خدمت بکنه. ممکنه جهل داشته باشه، من خودم جهل دارم، همه چیزی که نمیدونم. ممکنه نسبت به موضوع آب، موضوع نسبت به اینکه چرا دریاچه خورشید جهل داشته باشه. من مثال‌های زیادی رو آقای مهندس درویش با مسئولین، نماینده‌های مجلس، امامان جماعت داشتم. مثلا سالش این بوده مگه دریاچه قم خوش نشده؟ میگم چرا؟ میگه خب بذارم خوشه. ببین این خوام بگم من بعضی وقتا تو فکر فرو میرم یا آقا یعنی که چه خوش بشه، میبینم شاید مبانی که اون بر اساس اون به این جنبندگی رسیده که اگه اون خوش شده اتفاق اون فکر میکنه اتفاقی نیفتاده، اونم خوش بشه. تو من و شما، من خودمو نمیگم، شما اگر این رو متوجه میشین ممکنه یکی از راهکارام من باشه که آه که نمیفهم مملکتم فایده نداره، من برگردم برای مملکت جایی که درس خوندم. یه راشه خیلی هم دارن این کار انجام میدهن. یه را دیگهش ممکنه بشه که آه آقای درویشم بیارم، انصاف نیوزم بیارم، همه رو بیاریم، بیاییم برای مملکتمون با همدیگه ببینیم چه شکلی میتونیم این تغییر نگاه رو ایجاد بکنیم. ببینید آقای مهندس میدانی، من اینو نقل قول میکنم از بابت اینکه واقعا در تاریخ اتفاق افتاده، مرد بسیار شریف، آدم فنی، ایشون موقعی که معاون آب بود یادت میاد اون اوایل که اومد ایشون معاون آب بود، ایشون همه آقای دکتر کلانتری گفته بود آقا این چیزایی که دانشگاه صنعتی شریف میگه حالا ما هم داریم میگیم ولی آخه مثلا معنی داره؟ من 40% آب رو مصرف بکنم 60% رو مصرف نکنم؟ ببینید ایشون مدیر آب کشوره، تمام سلسله مراتب فنی رو طی کرده رسیده به جایگاهی که مسئول صیانت از آبه. ایشون چی میگه؟ میگه مگه آخر من برای چی این آب رو بفرستم اینجا تبخیر بشه بره؟ ببینید من و شما که محیط زیستی هستیم نشون میده که ما نتوانستیم بگیم آقا ببین این دریاچه یک کارکرد داره، این یک حقابه داره، یک حرمت داره. ببین این نشان دهنده کمکاری امثال من هست که نتوانستم به آقای میدانی بگویم آقای میدانی یه حق داره. چرا کشورهای دیگه به هر حال این فرایند رو طی کردن؟ من یادم میاد نماینده نخست وزیر استرالیا میگه ما 20 سال طول کشید، استرالیا ها که الان ما به عنوان کشور موفق میگیم، میگه 20 سال طول کشید، ما 10 میلیارد دلار استرالیا خرج کردیم تا بفهمیم چه شکلی میتونیم مسئله رو حل کنیم. تعریف میکرد، میگفت در جلسه میشینیم میگیم بارندگی چقدره، یکی میگه اینقدره، یکی میگه اینقدره، یکی میگه اینقدره، میگه آقای نخست وزیر گفت آقا اینطوری که نمیشه، بعد از 10 سالی که این گذشت ما اینطوری که نمیشه، خوش سالی تداوم داره.
آقا من میخوام سازمان هواشناسیم رو از اول بسازم که موقعی که میخوام بگم چقدر داراییمه چهار نفر چهار تا چیز نگم. پس میخوام بگم تمام کشورها رو که شما نگاه میکنی یک فرایندی رو طی کردن.